آرمان آرمانی آجدا ملازه فرمادین چه جوری منو مچاله کردن انداختن بیرون عوض این که پیت روغنه گنده رو بندازم بیرون منو میندازم بیرون چرا رفته بودی اونجا؟ منم خدمت شما خانه نداریم موسیقی با اون بچه با من هست بیا بیا خانم روزا چرا لباساتو در میاری؟ من اینه این مردم دارن چی کار میکنن؟ چی کار کنم؟ نمیتونم که خودم رو برای مردم بپوشم من باید برم خونم قرار با کی قرار داری آخه؟ با یه احمق پوندا شب جانبی از خدا میدونه تو خودش چه خبره؟ سرشالی خوب نیستم پاپا آخه هسته کاری هنوز نیومده هنگام تو چطوری؟ اونی که میخوام هنوز نیومده پاپا میبینی عزیزم بچه های من به یکی دوتا قاره نیست تازه به پاپاشون رفتن عزیزم این حرف رو نزن من دیگه بعد از اون سفه که طلاق دادم غلط میکنم غیر از تو بذاره دیگه نگاه میکنم بر برو اون قد و قامتت برم من بله چشم گوشی خدمتون باشه همین الان به اطلاعاتشون میرسونم عزیزم برم ببینم مباشرم چی بگه الان برمیگرم آها اینجا چرا بیکار باشتی بازم من برخص محلو برمیگرم
چیه رشید؟ ارباب اولا مشروبات تمام شد. دادم یه کامیون دیگه بیاره. بعدش بعدش هم تلفن شما رو میخواد. همونه؟ نه خیر اون یکیه. راست میگی؟ آره جون شما. برو اونجا بشت موازه زنم باش. بودو. سلام روزی جون. الهی که قربون اون خد و بالات برم. اخم نکن بده بیا. وخ فدای اون اخمت بشم. جونم. آخه حوصله‌ام سر رفت. تا کی باید منتظر آقا بشینم؟ به خاطر تو از صبح ساعت 8 رفتم سلمونی، 8 بعد از ظهر اومدم خونه. خودت که میدونی شب ژانویه سلمونی و چه محشریه. قصه نخور مامانی. اولش تا صبح اینقدر ویسکی میخوریم تا تمام خستگی از تنت بره بیرون. پس چرا گوره مرگت پا نمیشی بیایی؟ اجازه بده یکی دو ساعت دیگه سال نو بشه. مهمونا که شنگول شدن جیم میشن فورا میام بوله. آره قربونه. تا سال تعدیل بشه من دیگه نمیتونم صبر کنم. الان پا میشم میام خونه. نه روزی جون این کارو نکنی ها. اون وقت بزنم بگم تو کی هستی. چه میدونم؟ منو خانم یکی از دوستات معرفی کن. کدوم دوستم؟ دوستای من همشون لش و بیارن، زن ندارن. نجیبشون من بودم که زن گرفت. درسته؟ آره. آره جون تو خیلی نجیبی. من اینا سرم نمیشه. عیدی من حاضر کن الان میام. چی؟ لباسم؟ مینی جون قرمز است. خیلی خوب. یه لباس بلند میپوشم که آبروی آقا نره. یادته که چی ازت خواستم؟ آره عزیزم، گردن بند برلیان الان تو جیبم حاضره. اگه خونه بمونی میام بهت میدم، بعدشم تا صبح بریم لالا. خب جونه؟ یه میام. روزا؟ روزا؟ ای دادی بیداد الان پا میشی بیاد اینجا؟ نمیاد در با پس من شوخی کردی. میادش مگه تو اخلاقش نمیدونی؟ ای وای که اگه بیاد اینجا و خانمم چیزی بفهمه پوست همه غلطی در میاره. ناراحت نباشی نر با اگه اومد من نمیذارم آب از آب تکون بخوری. چی کار میتونی بکنی؟ جز این که بگی روزا زن منه. زن من؟ راستی چقدرم خوب میشه؟ زن من؟ آره چه مانه ای داره؟ خانم که میدونه تو یه سر با زنت قهری. بگو با یه خانم تازه عروسی کردم. من حرفی ندارم. اما چجوری؟ اون یه سر و گردن از من گنده تره. این فیلو فکر میشه. رجیم که چاره ای نداریم. آبرومون در خطره ها. بده تب کنه بیرون نیمده من موضوع میشه. پاپا اجازه میده من یه تلفن بکنم. یه خورده صبر و سیروس مال من واجب. پدر مال منم واجبه. شما یه چمی صبر. میگم مال من واجب تره. پدر مال من خیلی واجب تره. مال من الان منتظره. مال من از دیروز تاره منتظره. مال من چند سال منتظره. پاپا دیگه از شما قویه. پسر خجالت بکش. این حق منه. هر کی باشه من پدرتم. اینم مادرت. البته جای مادرشم. مگه چی شده؟ هیچی. یه کمی مشروب زیادی خورده منو با تو عوضی میگیره. هر چی میگم پسر من پدرتم میگه نه الا و للا تو مادرم. بیا بریم مهمونه های سراغ تو رو از من میگیرن. میزنم هم چی گیرد؟ آقای مباشر مشروب آوردم. خیلی خوب ببر بذار تو آشپزخونه. کسی نیست کمک کنه خودم هزار تا کار دارم. لا اله الا الله. الو چند تا صندوق آوردی؟ وقت سر خاروندن نداره. تازه اگه بفهم خونه رو ول کردی اومدی خیلی عصبانی میشه. زنم تو خونه است. در اتاقام همش قفله. خیلی خوب. فعلا صندوقا رو یکی یکی بردی بیا تو آشپز. کارت خیته. چش چش. ببینم شام خوردی؟ بله دیشب خوردم. خیلی خوب. شامت هم بیدم. زودتر بردی بیا. چش. چند تا صندوق است؟ تا صبح ببری تموم نمیشه. ازش تو این برف بدنت گرم میشه. تموم که شد دایی تو از خواب بیدار کن. خوشکم زدی. بیا برو چش گوشت میشه. حسن اینجا چی کار میکنی؟ سلام آقای سیروس خانم دارم کمک میکنم. چرا خونه یه بالا رو ول کردی اومدی اینجا؟ میدونی اگه پاپام بفهمه چی کارت میکنه؟ آخه زنم مریضه. اومدم از پاپاتون یه کارت بگیرم که بلکه بخوابونمش بیمارستان. تو هنوز دست از مسخره بازیت بر نداشتی؟ سال قبل برای چی از اینجا بیرونت کردی؟ بله یادم نیست. آخه وقتی اون دختر بیچاره خودشو کش نتونستم جلوی دهن بیست سال که جلوی دهنتو بگیری. چشم آقا یورو. دادش جان زود باش میخوام تلفن کنم. دو دقیقه ایزه بده الان. الو مینو خودتی؟ با چرا پا نمیشی بیای؟ سیروس نمیتونم. به خدا اگه میشد میومدم. میدونی اگه پاپا و مامانم بفهمن چی میشه؟ هیچ طوری نمیشه. چطور خودشون شب ژانویه از خونه رفتن بیرون اما تو باید تو خونه بمونی؟ اونا هیچ وقت منو اینجور جاها نمیبرن. میگن محیطش خوب نیست. آره این بهانه رو واسه این میارن که تو رو تو خونه زندونی کنه. این دو دقیقه تموم نشه. یه دقیقه دیگه. آره که خودشون آزادانه برن دنبال کیف خودشون. من نمیدونم
یا باید پاشی بیا یا قولی رو که دادم زیرش میزنم. پسر رو ناق بگیری، این دو دقیقه هنوز همون هشته بابا جون یه دقیقه این خرابه بشی بزن من این مال تو رو ببینم اون وقت میبرمش کنی میزنم چی دک و دردت. اما اگه بیا یا قول میدم همین امشب به پاپام بگم که میخوام با تو عروسی کنم. سیروس قول میدی؟ آره حتی تاریخ عروسیمونم همین امشب معلوم میکنم. سیروس چقدر خوشحالم کردی. پس اگه مطمئن شدی زود پاشو بیا. خیلی خوب همین الان میام اما فقط نیم ساعت. ببین آدرس درست میگم. عباس آباد نه روزولت روبروی پمپ بنزین. درسته پس زودتر بیا منتظرم. آقا چقدر لوسی یه ساعت منتظر تلفن. من دو ساعت تو نوبت خوابیدم. بیرو این همه وقت به دختره چی میگفتی؟ باش حرف میزدی یا داشتی میخوردی؟ معذرت میخوام پاپا خصوصیه. تقصیر نداری به سنی رسیدی که داری دست من از پشت میبندی. هلو هلو چرا اینجا وایسادی دیگه؟ برو چه مانی داری؟ برو به اون کلده این دراز حرف محرمانه دارم. هلو روزی جانم. جونم من کلفتشونم با بنده فرمایشی داری؟ با تو کاری ندارم بلا گرفته برو گم شو. روزا خانمو بگو بیا. آره یالا آمیرزا رو بگو بیا. آره جانم آمیرزا میرزا رو میگم من کری اصلا نمیخوام صداش بزنی. کی میخوای این تلفنو ول کنی؟ آمیرزا دیگه کیه؟ آمیرزا قشنگ شما میگه از دوستان جونجونی و نمیدونی چه مرد خوبی. خیلی دوستش دارم. بس چه عجب پاپا جون دفعه تو با این تلفن چیکار داری پس قلی؟ من میخوام با دوست پسرم صحبت کنم رزاده. منم میخوام با دوست ننم حرف بزنم. آمیرزا رو میگم آخه دختر بی خیر و برکت عوض این پسرا گردن گرفت چند تا دختر ترگور برگور دعوت کن بده. این همه دختر اینجا تنو سیر نشده بیا بریم دیگه. نفهمیدم این کدوم یکیشونه؟ وایسا وایسا هم تو داره میره. به تو میگم وایسا زبون نداری بگی کی هستی؟ با تو هم میگم کی هستی؟ به تو من یالی؟ به تو میگم کی هستی؟ من سر بازی نرو بردی؟ جازن کلو خواهی تا ببینم کی هستی تو؟ آنه توی کفت من در نگیا دیگر از دیگر بردی بایی سر جا بیا تو عزیزم بایی بگه من پاشو تو عزیزم. خدایا خودمون به تو سپردم. بفرمایید. سلام. خیلی متشکرم خانم. ممکنه خودتون رو معرفی کنید؟ بله. با کمال تأسف باید خدمتتون عرض کنم که ایشون شوهر بنده هستن. با کمال خوشبختی باید عرض کنم ایشون عیال بنده است. اما تو رو خدا مواظب باشی زنم نفهمه. تو چرا تا حالا به من نگفتی بودی دو مرتبه ازدواج کردی؟ لابد جرأتشو نداشتی. حق دارید خانم. از ترس قانون حمایت خانواده صداشو در نیاوردم. به هر حال خیلی خوشبختم. خواهش می‌کنم خانم. آقا عیال بنده. به به خانم آقای مباشر سلام. سلام. این آقلا عجب سلیقه خوبی داری یا. خوب کردی خانم تو آوردی اینجا. ببرش ازش پذیرایی کن. متشکرم آقا. اما تو رو به خدا بذارم چیزی نگینم. بفرمایید آقا. بفرمایید. بفرمایید خانم. قشنگه ها. تو میدونستی آقای مباشر دو مرتبه زنگ گرفت؟ آره فقط من میدونستم. بیچاره از ترسش قسم داده بود حتی به تو هم نگم. بریم عزیزم. بریم قربون شکلت برم. بریم برقصیم. اوه رضا جون خیلی لوسی پاشو بیا اینجا پاشو بیا دیگه. خیلی دلم میخواد بیام اما نمیتونم. آخه به دوستم آلبرت دیشب قول دادم امشب حتما باید برم خونه اونا. آلبرت کیه؟ حالا دیگه دوست ارمنیتو به من ترجیح میدی؟ آخه هر سال شب ژانویه میرم خونش امشب عید اوناست. غلط کرده عید اونا. ژانویه مال ماست مال همه. پاشو بیا اینجا ببین جشن ژانویه خونه ما مفصل تره به خونه اون دوستت آلبرت. خیلی خوب میام اما یه رو بیشتر نمیمونم. نخه یا باید تا صبح اینجا بمونی یا منم با خودت ببری خونه آلبرت. آلبرت بفرمی. اوه سلام رضا جون حالت چطوره؟ کی میخوای بیای؟ زود میام. مگه مهمونات اومدن؟ تا نیم ساعت دیگه همه از کلیسه برمیگردن. آخه همچی شبی باید واسه فقیر بیچارا پول جمع کرد. باشه منم تا اون وقت میام اما امسال تنها نیستم. میدونی که کیو میگم؟ آها خیلی خوب باشه بیارش. صد نفر بیا. میدونی که در خونه ما بروی همه بازه. آها میدونم چی میگی. خیلی خوب بیارش.
داداش بذار منم باهاش حرف بزنم. خیلی خوب، خیلی خوب، نمیذارم بخند. باش بیا شما منتظرم بیایی. سلام. چه عجب. شما هر سال زودتر میمدیم خونه. معذرت میخوام حسمی که میدونی چیه؟ آخه چی بگم؟ آخه نمیخواد چیزی بگی، من خودم همه چیزو میدونم. حسمی حسمیک، آلبرت حسمیک. آه حسمیک جون، تو کلیسا جات خیلی خالی بود، اگه بدونی چقدر بهمون خوش گذشت. همه چیز درست شده. چی شده خواه؟ هیچی ماری جون، میبینی همه چیز حاضره، فقط درخت کاج مونده که پیدا نکرد. من اومدم. حسمیک جای تو خلیل، امشب کلیسا بوغایی بود، همه برای فقرا پول دادن. حتی همسایه دیفال به دیفال کلیسا که یه مسلمان بود 5000 تومان برای کمک به فقیر بیچارهای ما پول داد. یه گلاس بریز به سلامتیش بخورم. دو تا بریز که منم به سلامتیش بخورم. کسی نفهمیدی روبیک بالاخره کاش پیدا کرده؟ نه هنوز که پیدا نکرده. خودم هم هرچی گشتم درخت کاش پیدا نکردم. شما چی بدن؟ مسلمانای بی انصاف هرچی کاش بوده خریدن و بردن. منم مجبور شدم عوض کاج یه دونه چنار بخورم. پیدا کردم. بالاخره کاج پیدا کردم. چجوری یه دوست مسلمون دارم ازش قرض گرفتم. پس تکلیف درخت چناری که من خریدم چی میشه؟ بله منه، چه فرمایش دارین؟ بی زحمت با آقای سیروس بگین بیاد اینجا. سیروس خان؟ بله. چشم، بگم چی هستین؟ بگو یه نفری. خب من که نمیگم دو نفرین، اسمتون چی چیست؟ به اسمم چی کار داری؟ بگو یه دختر باهاتون کار داری. چشم، الان میرم میگم مینو خانم با اون کار داری. اسم من از کجا میدونی؟ من تو اداره آمار کار میکنم. الان میگم بیا. راستی چرا امشب پدر مادرتون رفتن جامعه و شما رو تنها گذاشتن؟ تو از کجا میدونی؟ رادیو گفت. لارت نباشی، وقتی سیروس خان به شما تلفن میزدن من حرفاتون رو شنیدم. ببخشید فضولی میکنم، از این سیروس خان میروس خانا بترسید. چطور؟ به چی؟ منظور ندارم، آخه بعضی مردا جنسشون خورده شیشه داره. خودت چطور؟ امینه هاش چوب اقلمه، این تو قبل بوسمو بده. عجب شوهر خوشقیرتی هم من. مچکرم آقا. وای بابا بده، یه بوست بده. وای برو برو شون طرف، برو کنه تو بوست داره. طرف اومد. ایلای قربونت برم جان عزیزم، قلم کردم. خواهش میکنم با ماشتی کن، با ماشتی کن، خواهش میکنم. آخه بچه پر رو، کسی که زن به این خوشگلی داره میره دنبال چشگرونی؟ نفهمیدم دیگه، غلط کردم، به کسی نگاه نمی کنم. باهاش قهر کرده، هر کاری میکنم آشتی نمی کنه. برو تو عزیزم. بیا به پاپا و مامانم معرفیت کنم. پاپا سلیقم چطوره؟ عالیه، داری پاتو جای پای بابات میذاری. سلام کوچولوی خوشگل. سلام. سلام خانی. سلام. بفرمایید. ببرش ازش پذیرایی کن تا من میام. بدو تو هم یالا خانومه تو بر پای بار، کاری کن که باید آشتی کنه، قباحت داره با این سن و سا. اما آقای کسی با این عبدال خوشگلی قرار بکنه؟ باش برام سرش کنن، اون که آدم نیست. برو دیگه آشی شوخت آدمانی نخوردی. مباشری بیچاره تقصیری نداره، تازه عروس و یک دنیا ناز. خودت هم پارسال همین طوری بودی، الهی که ما پیش مرگت بشم. نفهمیدم این کدوم یکیشونه؟ بلش کن. ریختشو ببین، خودت هم اگه بری تو برف و وایستی همین ریخت میشی جونی. یادینا بگی بخور. من تا حالا مشروب نخورم. این که مشروب نیست، یه شراب ساده است. میترسم دهنم بو بگیره وقتی میرم خونه. با یه آدامس بوش از بین میره. تازه پدر و مادرت هم امشب تو گلوشون مشروب خوردن. یلا بگیر، بگی بخور. پس همین یه گلاس بیشتر نمیخورم.
مزهشو که چشیدی قول میدم سراغ دومی و سومیشم بگیری. اگه پدرت بفهمی مشروب خوردم از من بدش نمیاد. آه اتفاقا خیلی هم خوشحال میشه. پاپام عروس فناتیک دوست نداره. پدرم داره نگات میکنه. بیا این یکی دیگرم به سلامتی پاپام بخور. آخه زیادی میشه. به یالا بخور پاپام بعدش میاد. یالا بخور. بعد آدم گیلاسشون نصفه بذاره زمین. یالا بقیهشو بخور. پاپام داره نگات میکنه. پسر لنگدور ببین چه تیکه های به تور میذاره. عزیزم بی بری برخصی. حالشو ندارم. پس اجازه بده من برم برخصی. نمیخوام برخصی. همینجا وایسا از جاتم تکون نخور. چشم عزیزم. گروجا چی تو زور زور داری به در نگاه بکنی؟ چند دفعه بگم منتظر ریزان پاپا. آمیرزای شما چطور شد اومد یا این فضولیه به تو نیمده. میبینی عزیزم دخترم فکر منه. آه رضا اومد. سلام. چشمم سفید شد تا اومدی. بیا معرفیت کنم. این پاپا اینم زله پاپا. خوشبختم. سلام. خیلی خوشبختم. بفرمایید. معذرت میخوام. زهر ما رو معذرت میخوام. ببین چجوری این گردن کلفت و بغل میکنه. انگار نه انگار که من احمق باباشم. ببین چه جوری دخترمو داره بیچلونه. ارمان اجازه میفرمید؟ چی کار داری؟ حسن زنش مریض شده امشب اومده اینجا. اومده اینجا؟ غلط کرده اومده اینجا. کی به این مرد که اجازه داد بیاد توی خونه؟ آخه میگه زنم خیلی مریضه. جهنم بمیره. چرا خونه شمرونه ور کرده اومده اینجا؟ زنش واجب تر یا خونه زندگی من؟ اگه الان دوز بره خونه رو خالی بکنه چه خاکی به سرم بده؟ چی شده عربا؟ حسن از شمرون اومده اینجا الان توی خونه از پیداش کن بیاره یه تا حقش گرفت در شد. اینجاست؟ کجاست پسر؟ باش بخ... غلط کردیم بریم ببینم کاش بس خونه چیکار می‌کنی؟ بابا بیچاره رو گناه داره. ولش کنم؟ تو اینو نمی‌شناسی من خوب می‌شناسمش. آقای سیروسکا چه؟ پاپاتون دارن دنبال من می‌گردن. به من چه؟ حالا برو بیرون تا بعد. هر باقا چیه؟ از پنجره فرار کرده اومده توی سالو. کو کجاست؟ اونا هاش دمه بار بایستگی با یه موشک. برو بیاری چیجا دقش کپ دست بذارم. همی اگرام دوستان ببرشید. بایستا ببینم. بایستا ببرشید بابا. کجا رفتیم؟ بایستا من پیداد کنم. اجازه ببرید. یالا بیا ارباب کارت داره. ولم کن اگه وان کار داره بگو خودش بیاد اینجا. خفه شو دهنه تو بشور اسم ارباب بیاد. به تو گفتم ارباب کارت داری بیا بریم. تو دیگه چی هستی نیم وجبی؟ من مباشر و پیشکار آقا و همه کاره اینجا هستم. منم قبلا جای تو اینجا مباشر آقا و پیشکار و همه کاره بودم. منتها زنم همیشه مال خودم. خفه شو منم زنم مال خود خودمه. اما شنیدم اربابم یه سهمی دارن. به من دهنه بیساب شده تو. الان عربامو میارم اینجا با میدارم از اون خونه بالا هم بیرونت بکنه. بلم کن بلم کن مردی بلم کن بجا برم بیدارم تو بیرم بلم کن بلم کن بلم کن بلم کن بلم کن نمیدم بلم کن کجا میخوای بابری بلم کن بلم کن. خدای باز شوهرم منو ول کرد و جیم شو بزه بره بگرده زهره جون. شوهره با این سن و سال که دیگه به امپا نمیخواد. فقط ناشی هستی مردو به این سن و سال که میرسن تازه بیشتر چشم دلشون میدوه. اون بدش کرده.
برم ببینم شوهر من کجا رفتی. گردن کلوف منو باش کن. باش کن. داره دستم عبیق کنده میشم. میخوشم ایت. خواهد شو قصد سرسده نکن. گفتم منو باش کن. با خدا دارم قد میکشم. بذار قدم بلند بشه پدرتو در میارم. بیچارت میکنم. گفتم خفه شو. میکشم ایت. خفشو خوب قیمه قرمت میکنم بولم شان زبا میدازم ازا تو غلط میکنی؟ حالا غلط شدم آبا ببر بربام چیزی نمیگم غلط شدم بهت خوشگلی عروسی کنی آره بازی دختر قشنگ دیدی و مثل عجل معلق اومدی بالای سرش بابا این مال پسر رو به من مربوط دیست بری چند دفعه بهت گفتم از پیش من جوم نخور چشم ما میخواییم با هم عروسی کنیم سیروس مگه به پاپا و زن پاپات نگفتیم ببینی پسرم اینجوری دخترها رو به تور میزنه فقط منم که مرد ازدواجه قربونت برم توجه کنید لطفا توجه کنید توجه حالا مسابقه ی رقص ما شروع میشه هر کسی برنده شد از طرف جناب آقای ظریف 12 بوت شامپاین جایزه میگیره اول از رقص معروف و ملی خودمون بابا کرم شروع میکنیم ارکستر خواهش میکنم وسط سالن خلوت کنیم داوطلب اول بیاد شروع Thank you.
جا قربونت برم. ببین اینجا اتاق کار منه، هیچ کس حق نداره پاشه اینجا بذاره. دنج دنج یال، این شب هدیه زود ماچه بده که من دارم دیوونه میشم. دست به من نزن، یه دفعه گفتم اول ایدیمو بده بعد. چطور شد عزیزم؟ تو به من اعتماد داری؟ الان بیرم وسط میارم. بیا تو دیگه ممکنه پدرت باشه. اوه میگم جون تو کسی نیست، چرا اینقدر دست دست میکنی جون؟ بیا تو دیگه بعد بابا ای بابا به همیزای من چیکار دیگه برده چون رو رزاتو ببرم؟ آره جون خودت خیلی اتاق دنجی. زلیل شده رو صد دفعه بهش کادم وقتی من کمیسیون دارم توی این اتاق نیا ها. عزیزم الان میرم عیدی داستان در میرم. وای بایز میرم. کی هستی تو؟ به تو میگم وایسا. ببینم گردن کلو اینجا چیکار میکنی؟ خود شما اینجا چیکار میکنی؟ به تو چه احمق بودو؟ چرا خونه شمرونو ول کردی اومدی اینجا؟ آخه آقا زنم مریضه. جهنم که مریضه، من دکترم. زود بشور گم شو اینجا بیرون. خیلی خوب، من حالا خانمو صدا میزنم بیا اینجا. صبر کن. حسن چیکار میخوای بکنی؟ میخوام بگم خانوم یه نیست. عجب احمقی هستی، من شوخی کردم. آره من هم شوخی کردم. هر دیگه آقا پس بارو بیرون وایست و مواظب خانوم باش که نیاد اینجا تا پولت بدم زنه تو بری بیوارستان. دست شما درد نکنه، من بیرون مواظبم، شما هم کمسیون رو تشکیلش بدین. بد جنس ناخدا. بی عزیزم خوشت بیاد؟ میپسندی عزیزم؟ اوه جون عزیزم الهی که من فش بفرم. آبلیو آوردم. آبلیو مرسی. اصلا همین تو آشپزخونه از اون ماستا که تو فیکه یه خورده دوغ درست کن ورده بیام خود ببینم. آبلیو اون بهتره، زودتر هوشش میاده. نه دوغ بهتره، برو بیار دوغ. دوغی که دارم دوغ. آره شما نامرحمی، گناه داره. آقا رو ندیدی؟ والا آقای همچی شبای زود گم میشن. شما با یکی به من چه فضولی بکنم؟ رشید تو اینجا چی کار میکنی؟ تو اشتخ دارم شنو میکنم.
دیدی این گردن کلوپ تیزبونی منو به چاربیز کشید. آقا رو ندیدی؟ من فعلا ازرائیل رو دارم جلوی چشمام ببینم که زنم خودم آج برد مرس با این زنه. آخه چرا؟ برای اینکه یه ساعت هر دوتاشون گم شدن. شوهر من با زن تو بخیر خانون از اقلا منو باز کنیم بریم پیداشون کنیم. بیه دنبال من تا تکلیف تو زن تو روشن کنم. وای خدا جو حالا باقالی ها رو بیار و خلا رو بار کنم. اونه هاشش ای بچه بایسا حالا حسابتو بیرسم. حالا موقعی دعوا نیست، من باید بفهمم شوهرم کجاست، تو هم باید بفهمی زنت کجاست. من میدونم جفتشون کجا کجا. اما به آقا نگون گا. نه تو اتاق زیری پله. وای خدای باز فضولی کردم. شنیدی آقای خوش غیره؟ گفتم شنیدی؟ بله شوهر شما با زن من خوش غیرت خلوت کردن تو اتاق زیر پله ها. بیا دنبال من تا تکلیف همه تونو معلوم کنم. خودم رو به خودم سپردم. خودشو میکشم. خدای آقا باید مورو بخیر کن. برو تو. آقا چه جوری؟ چی شده زهره جان؟ دنبال چی میگردی؟ چیه میخوای عزیزم؟ هیچی. آقای مباشر داره دنبال خانمش میگرد. بله. آخه منم میخواستم. اونها که بره اونجا میرخصه. ملاحظه فرمودید خانم. من بی غیرت نیستم. اگه همچین چیزی بود من خودمو میکشتم. هر این حسن اصفهانی به خانم گفت که شما این اتاق هستید، اجازه بدیم برم بکشم. کارش نداشته باش، خودشم اومد به من خبر داد که خانم داره میاد. با انشالله امشب به بوقت گذشته. که حسن بس دیگه، بیا برو بیرون، خودم به هوشش میارم. چشم چشم. دیگه با هم فرمایش نداری؟ نه خیلی، برو بیرون. آقا، میتونم یه حرفی بزنم؟ مواظب باشی مثل سال گذشته ایتونه گولدون نزنه. یادونه اون دختر بیچاره تو همین اتاق چقدر گیریه کرد؟ این فوزوریا به تو نایمده، برو بیرون. چشم آقا. آقا، پدرتو دارم میام، مواظب بشه ایتونه باشی. شده سیروز زیادی بهش دادی خورده؟ نه چیزی نیست پاپا، حالش خوب میشه. ای وای نگاه کن، برو از آشپزخونه کمی آب لیمو بردی. گوش کن پاپا، آب لیمو بهش دادم خورده. آب لیمو هم زیاد اثر نداره. برو از سوخی که از اون ماسخوبا دو درست کن بردی بیار. برو ببینم قربونت پاپا. پاپا شده جون. دوغ هم بهش دادم خورده. بالاخره یه زهره ماری بیار تا من حوش بیارم. برانش دیدم، برانش دختر جونم، برانش قربونت برم. خوش جونم پاپا. چی شده آقای دکتر؟ اصلا به من چه هوشش بیارم؟ خودت به هوشش بیا. هی اصرار بکنه به من هوشش بیارم. از کی تا حالا شما دکتر شدین و من نمیدونستم؟ یالا بیرون. مگه نشیدی میگه برو بیرون؟ با تو هستم. با منی؟ آقای دکتر بعد از این شما هم بفرماییم بیرون. پس بیا بیرون تو هم. یالا دختر بیشتر خودش هوش میاد. یالا بریم بیرون. معلوم هم شما دوتا پدر و پسر چیتونه؟ یالا خانم، خانم بلنشی آب لیمونو بخوری تا حالتون جا بید. کرو خدا، بخور 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 بخور. مینو خانم، به هوش بیا. تو رو خدا بلنشو از این اتاق بر بیرون. من میدونم این اتاق لعنتی چه جایی بدیه. والا اینجا خوب نیست بخوابی، خوابیدنت همونو بدبخ شدنت هم همون. میگه شما نیم ساعت نایمدی و بری برنش برو، الان ممکنه پدر و مادرت برگشته باشن، اون وقت بعد شما اونجا نباشی. ها گفتم گم اینجا چی کار داری؟ دیگه یه خورده آب لیمو دادم بهشون خوردم، شاید هوش بیام. به تو چه مربوطه؟ برو بیرون. ببخشید آقا،
این دختر خانم نامزده شماست یا اینکه از همون هست؟ نه، نامزده منه و میخوام باش ازدواج کنم. لابد همین امشب میخوایم باش عروسی بکنید. بله؟ به تو مربوط نیست، برو گم شو. والا خدا رو خوشش نمیاد این دختر بیچاره رو مثل اون پارسالی بدبختش بکنیم. آخه اونم بهش قول عروسی داده بودیم. به تو چه احمق بیشعور، مگه وکیل وطی دخترهای مردم هم هستی؟ نه من فضولم، تا این دختر به خوش نیاد از اتاق نمیرم بیرون. تو غلط میکنی، نمیری بیرون. حالا بیرون از گم شو. دیوونه یه پر رو بهت میگم برو بیرون. برو شو، بهت میگم برو گم شو. یاله بلند میشی یا نه؟ تا خوش نیاد از این اتاق نمیرم بیرون. نمیری بیرون؟ یالا بلند شو احمق پر رو، به دست رو هم بی اعتنایی میکنی؟ گوشم دیچه دیچه هست میکنم. بلند شو، بلند شو، گوبت رو گم کن احمق دیوانه. گوشم ات حالا میری یا نه؟ از اینجا میری بیرون یا نه؟ نه نمیری؟ گفتم از اینجا برو بیرون. نمیری ها؟ بلند شو، بلند شو، برو بیرون. برو بیرون، میگم از اینجا میری بیرون یا نه؟ نه با زهر مار دیوونه. حالا خوب شد؟ بسته تو یه بازم کتک میخوای؟ چرا خفه خون گرفتی؟ از اینجا میری بیرون یا نه؟ نه اگه بند از بندم جدا کنه تا خوش نیاد نمیرم بیرون. نمیذارم این دختر بیچاره رو مثل اون یکی بدبختش کنی، حتی نمیذارم یه قدم بهش نزدیک بشی. این آرزو رو باید به گور ببری. حیف که پسر اربابی زور و پولت از من بشتری، والا با یه مشت رو زنیم پهنت میکرد، فهمیدی؟ با یه مشت. ای ناغلا خیلی بد جنسی، مثل این که میونت با پول بهتر از کتکه. خیلی خب، من حرفی ندارم. بلند شو، بلند شو، این 200 تومن رو بگیر و از این اتاق برو بیرون. بیا جنوب، 200 تومن پول نقد. 200 تومن برای ما صرف نمی کنه. کمته؟ بیا اینم 100 تایی دیگه. کمه والا، برای خودم بیشتر تموم شده است. دیگه شورشو در آوردی. اینم 200 تایی دیگه، بگیر و برو بیرون. چرا واسطی پک میکنی؟ این همه کته که یه دختر به این خوشگلی فقط 500 تومن معامله مونه میشه. خلاصه 500 یه بده خیرشو ببینی. اینم 500 دیگه، برو. برای لکه دار کردن یاره صدها بود کنیاک و ویسکی و هزارها تومن خرج عیاشی شب جانبیه. اما 2 ماه زن من مریض و داره میمیره. هیچ کدوم از شما اربابا، هیچ کدوم حتی یه دفعه نپرسید حالش چطوره. پول برای حکیم و دواش داری؟ بیا بیا آقای سیروس خان، من اهل معامله و حق و سکوت نیستم. ادم الان تو خونه شما صاحب 100 هزار تومن پول شده بودم، اما امشبه که به قیمت جون هم تموم بشه از ناموس این دختر بیچاره. پاپا ساعت دفعه گفتم این گونه بیشا خودم از این خونه بیرونش کن، گوش نکردی و آزادش گذاشتی تا این که امشب با کمال وقاحت اومده رفته تو سر نامزده من. فهمیدین چی گفتم؟ رفته تو اتاق خواب بالای سر نامزده من. اگه یه دیر رسیده بودم چنان افتضاحی به پا کرده بود که دیگه نمیتونستیم سرم رو تو اجتماع بلند کنیم. آبروی خونوادگیمون از بین میبرد. پدر بازم وایستدی داری نگاه میکنی؟ پدر یا جای من تو این خونه یا جای نوکر کسی. کنه لکه پیش و خدارت نمی کشید. من یک هم با خوشش رو نمی کردم به خاطی منو بردارم کنی گردم کنه به احمق گوش برو دیگه. نزنیم بی انصاف هم برش کنین. اول حقیقت رو بفهمین. این پسر دروغ میگه. بیچاره هیچ وقت خیال بدی نسبت به من نداشت، بلکه این پسر وحشی شما بود که میخواست این کارو بکنه. پسر پست و بیشرم شما بود که به من قول ازدواج داد و با 1000 وعده و چرب زبونی کولم زد و به اینجا کشوندم. و اگه اون مرد نبود
منم الان مثل صد تا دختر بیچاره دیگه فدای بلحوثی های عزیز دردونه شما شده بودم. دوستان، حیف نیست جشن ژانویه خودمون رو با شنیدن این حرفای پوچ ضایع کنیم. موزیک، چرا خفه خون گرفتی؟ اوه، مثل اینکه موقعشه که چراغا رو خاموش کنیم و هر کسی بغل دستی خودشو بریزه. ارباب، یه ساعت دیگه مونده تا سال تعریف بشه. مهم نیست، یه ساعت دیگه بازم خاموش می‌کنیم. چراغا خاموش! ارباب، جب کن ببینم افت کجا میده. چرا انگه عجله میکنی؟ آقا، آقا، صاحب کنین آقا. آقا، من آقا نیستم، اسمم حسن است. امادم ازتون تشکر کنم، شما منو از بدنامی نجات دادی. من کاری نکردم، خدا شما رو نجات داد. بی انصافو شما رو خیلی کتک زدم. کتک خورم صفته، مخصوصا کتک رو خوردم از اتاق نرفتم بیرون تا شما به هوش بیه. چه خوب شد لیوان آبلیگو رو خالی کردم تو حلقه دو. اگه شما نبودین به سر من چی میومد؟ بذارین دستتون رو ببوسم. من اون زده نیستم، فقط مواظب باشین دیگه گول نخورین. نمیدونستم، خیلی وقت بود تعقیبم میکرد و از این وعده ها به هم میداد. بالاخره هر دختری آرزو داره یه روزی ازدواج کنه و خوشبخت بشه. اینم این قول به من داده بود. این قول تا حالا به 500 تا دختر بیشتر داده. سال پیش به یه دختر چشم بگوش بسته از همین قولا داده بود، بردش تو همون اتاق چزایی. اما حیف که دیر استم و کار از کار گذاشته بود. دختر بیچارم از ترس آبروش خودشو کشت. وقتی موضوع رو به ارباب گفتم، عوضی که پسرش بیرون کنه منو از خونه بیرون کرد. اما از ترس اینکه لوشون ندم یه خونه تو شمرون دارم، منو سرایدار اونجا گذاشتن. این گردن کلفته کیه که اینقدر باش حرف میزنه؟ چه میدونم، با حتما باش آشنا. شاید هم دختره دست اونه، باید با اون حرفش بزنی. بهتره تا پدر مادرتون برنگشتن سوار تاکسی بشین و برین خونه. منم با خط 11 میرم. خط 11؟ این وقت شب خط 11 کجاست؟ همین جاست، الان روش سوارم. او تاکسی داره مسافرش پیاده میکنه، برین سوار بشین. خداحافظ شما. خداحافظ. خدا بریکر. تاکسی؟ کجا میری؟ میرم سلسبیل نواب کوچه نشون. ببخشین خانم، خستم، میخوام برم بخوابم. که اونم تکسی هم نوازش باشه. یالا ببی جلوش، زود باش، ببه جان. سلام عرض میکنم، ممکنه بفرمین بالا؟ بی ناز و غمزه بیا بالا جونی. جون خود شب جان، بیا علف علفی، بیا بالا. بریم گمشید، دست از سرم برداری. من دیگه من بد اخلاقی نکن، بیا بریم، بیا. نازی نکنی. جون من با زبون خوش بیه سوار شو، بریم به عشقمون برسیم. به خدا مثل ریگ واسه تو خرش بریم کمشین و اله داد میزنم. خب وقتی با زبون خوش رازی نشد چی کار باید بکنیم؟ هیچی، پوره دونو گم میکنن میرین سراغی ننه دو و سر خر بعد لعنت. این دیگه کیه ها؟ همون یکی باش حرف میزن. لابد پول میخواد با باز بهش دار. درست سلام بهش میگم. بابا بیاییم بیشتی بگی بزر ما بریم خوش باشیم. آره بگی بگی دیگه. تو این برف و سرما فقط 20 کم نیست؟ کمه. بیا این بیست دیگرم بگی که دلخور نشی. بگی دیگه. شما چه خودتون واردین؟
شب عید هر جنسی نرخش میره بالا. خلاصه 50 بدیم دیگه آزادیم نه؟ چند جا؟ 50 به جون هر صداتون تو بمیری یه ساعت پیش 1000 داد هر کلم تو صورتش. درسته؟ اینطور که معلومه باز ماشینم تحویل آقا بدیم و پیاده با این خانم بریمش. خلاصه باز ما را بیای و الله به زیر میبریمش یه قازم بهت نمیده. خیلی خوب چون شما این صد چوب بدین و ورش داریم ببریندش. جهنم بابش بده بیا جلو دگی. هم یخ زده است نمیتونم بیام جلو خودتون وردارین بیام ده بیا عجب آدم پرمادایی برو بابش بده برو شهر شستر بچه اینم صد اما نمیاد قلبی نیست کجاش قلبی ایراد دیگه نداری بگیری انگار قلبی بیا جلو بیا جلو نگاه کن خب بیا جلو بیا جلو خوب نگاه کن نگاه قلبی نگاه کن میگم خوب نگاه کن نه دنبال کار زندگی دو نه خارج جهتن کلو برو دنبالش دور زندگی که جاله کشش مرچه بلند شو جهتن کلوفتایی بیچاره چه خبره بریم وقت شب تو خونه پلو زنه داشت تو بدبخت ها یکی شیشه نجسته بخوری کجا را میفته تو خیابونا شب جانویه به شما چه مربوطه است تو یکی دیگه کجای بوزی نه گولن شو میمونی بدبخت گولن شو یاله بلم گم شو دراز بیمسرم آخه تو رو چه به این کارا یاله برو گم شو برو تو برو خونه ننه تا همونجا بخواب حالا راحت ادو میکنم یالا برو کجا بره میری منظرت میخوام همه اش تقصیر من ای بی نداره همشیره امشب شب جانویه خونه دون کجاست نواب کوچه ای نشد گمونم باید با ماشین خودم برسونم بگم لابد با همون خط 11 آره بریم جلوتا یه تاکسی پیدا میکنیم کجا داریم میریم؟ میریم میریم خونه ننمون نکمه خوردیم به ننمون چه معلومه چشم بی صاحب شد از کجاست یالا خسارت ماشینه بده پشت فرمون نیست بلنشو ببین ننه چی میگه جویم محتابی و حالا دیگه واسم کرکوری هم میخونه یالا بیا بیرون خسارت ماشینه بده بی بیرون بی نگاه کن ببین چی کار کردی ناکس نگاه کن ما تازه خسارت هم میخواد تو باید خسارت بدی اگه من از سیاره اون شد میرم خسارت هم ازت میگیرم بیا شو اینا رو بینم بارش میشم ماره میزنی اینا باید با تمام جهرت کنم اون ماره میزن ماره بینم بابا بگیرم تو برو تو ماشین بشین تا من یک چرگو نبا پیر میخوای تو نیا میترسم که پدرت پدرم اجازه میده تازه مگه نمیدونی 18 سالم تمومه اختیارم دست خودمه چه وقت از اینجا میریم؟ حالا دیگه کم کم موقعش وقتی رخت تموم شد میریم پیش زن من و تو خودتو بزن به مریضی و باش خداحافظی کن بعدم با شوهر قلابی برو همون کاباره منم مهمونا رو دست به سرشون میکنم و چی میشه بیا بریم
رشید به تبریک میگم. تو به داشتن همچی خانمی باید افتخار کنی. چشم میکنی. همونطوری که من به داشتن این زن احساس غرور میکنم. رشید خانمت خیلی خوبی رقصه ها. خدا میدونه چقدر پول رقص دادم تو یاد گیری. دیدی عزیزم چه خوب میرقصی. آره تو هم خیلی گرمی رقصیدی. آخ سرم. سرم یه کمی درد میکنه. آه خیلی خسته شدم. خدا نکنه میخوای واسه تو دکتر خبر کنم؟ منو زودتر برسون خونه. چشم قربون قد و بالات برم. با اجازتون من زنمو میبرم خونه. اگه برای. کاری داشتین بازم بر میگم. نه دیگه نمیخواد برگردی. مهمونام دارن میرن. خانم تو بر استراحت کن. خیلی متشکرم خانم. خدا حافظ. سلامت. خیلی به خانم آقای مباشر گرم گرفته بودی. باز از این حرفا زدی. چند دفعه بگم تو دنیا هیچ کس به گرمی تو نیست. عزیز دلم قربونت برم. ارباب من با همه گرم میگیرم. دختر، زن، پیرزن، جا افتاده، خواجه. خدا جنسش میشناسه. امشب تو خونش چقدر ماهی بود؟ اون وقت مردم بیچاره شب رو دنبال ماهی میگردن. پسرش سیروس هم دست کم از باباش نداره. خلاصه این پدر پسر نسلن در نسل آدمای نجیب و عفیف و با پدر مادری هستن. آخ که اگه شما اونجا نبودی چه اتفاقی برای من نیفتاد؟ چطور میتونستم تو روی پدر مادرم نگاه کنم؟ اونا هم نمیتونستن تو روی نگاه کنم چون مقصر خودشون بودن. والله هیچ پدر مادر عاقلی دختر جوانشون تک و تنها نمیذارن تو خونه و خودشون برن دنبال کیف و خوششون. چطور شد شما امشب اومدین اونجا؟ زنم مدتی روماتیسم داره و خوب نمیشه. از اکابر چه برگشتم این کتاب هم بسه. یه راست اومدم خونه ارباب بلکه کمکم بکنه زنم به خوابونش بیمارستان. خودتون که دیدین چه کمکی شب عیدی بهم کردن. شب عید خودمون نوروز رو میگم. بکردم جانبیه رو میگی. بذارین یه چیه دیگه براتون بیارم. جانبیه مالی مسیحی هست. برای اون عید بزرگی هست. همونطور که نوروز هم برای ما روز بزرگی هست. اما حیف که زیاد قدرش نمیدونی. شنده مسیحی ها شب عیدشون هر قد پول میخوان خرج جشنشون بکنن اول چهار یکشو برای فقیه بیچارا میذارن کنار. اما پولدارای ما از ترس اینکه مبادا کمکی به کسی بکنن چهار روز مونده به عید میذارن به چاک جاده و فرار میکنن به یه گوشه دنیا. مسیحی ها روزای عید در خونشون چهار تاق به روی همه باز است. اما ارباب من و خیلی ها مثل ارباب من برای اینکه دست و جیب مبارکشون نکنن یکی تابلو در خونشون میزنن و مینویسن این خونه اجاره داده میشه یا تو روز مینویسن چون ایام عید نوروز در مسافرتم از پذیرای دوستانم معذورم. تازه ارباب من دو سال است برای نزن عیدی کلک دیگه زده است. چیکار کردی؟ برق و وصل کرده است به در خونش. من بیچارم اولین نفری بودم که صبح زود اومدم بلکه عیدی نیم پهلوی بگیرم. دستمو که گذاشتم به در یهو برق گرفتم. شما رو برق گرفت اما خدای بود نمردم. ارباب دید برق خطرناکه است یه سگی بزرگ خرید و بس در خونه دید. تا روز آخر 13 هیچ بدبخت جرأت نکرد دیدن ارباب. هنوز داره برق میاد. مسیحا با اینکه عیدشون تو زمستون است و شب و روز برف و بارون است حساب عیدشون رو برگزار میکنن. اطلاعات هفتگی در صورت که عید ما در بهترین فصل از چهار فصل یعنی اولی بهار است. بهاری که مثل این تابلو همه جا غرق در سبزی خرمی میشه و صدای مرغا و بلبلا از هر طرف گوش آدمو نوازش میده. شما میدونی عید نوروز چی درست کرده؟ نه. نمیدونی؟ نمره تابلو صفر است. جمشید جم. تو کتاب من نوشته است. بذارید براتون بخونم. عید نوروز از هزارها سال پیش روزی که جمشید جم پادشاه بزرگ ایران به آذربایجان رسید دستور داد تا تختی زیبا بر روی بلندی به سمت مشرق گذاشتند. اونگاه بر تخت نشست و تاجی مرصع بر سر نهاد و در تلیه صبحگاهان و طلوع آفتاب با تابش نور خورشید به تاج روشنی زیاد نمودار گردید و نیاکان ما آن روز را که اول بهار بود جشن گرفتند و با رقص و پایکوبی سال نو را آغاز نمودند. و از همون ایام بود که عید نوروز برای ایرانیان یک عید ملی و باستانی شناخته شد و همه ساله در همین روز با شنیدن صدای توپ حلول سال نو اعلام می شود و میلیون ها ایرانی هر یک چون جان شیرین یک دیگر را در آغوش گرفته و تمام بدی ها و کدورت های گذشته را فراموش می کنند.
و در حالی که ایرانیان زمستان پر از برف را پشت سر می گذارند با شور و هیجان به استقبال بهار رفته و با شادی و سرور سال نو را در آغوش گلها و نغمات بهاری آغاز می نماید. Thank you.
چرا ماتتون بود؟ ببخشید، اینجا نبودم. پس کجا بودی؟ همین زیکا، بارگاه جمشید. منم همونجا بودم و عظمت عید نوروز رو در چشم خودم دیدم. این که پولش خیلی بیشه. از خونه اون روبرویا برامون آوردن. اون روبرویا؟ اونا چه مسیحی؟ درسته، آخه امشب عیدشونه، شب ژانویه. مهمانان همکیشان عزیز، به منزل ما خوش آمدید. امیدوارم در سال نو بر تمام مشکلات زندگی فایق شویم و نشاط و شادی جایگزین غمها و ناراحتی های شما باشد. این آقا بزرگ خانواده پدر آلبرت. کارهای زیادی امسال در پیش داریم که باید با کمک شماها انجام شود. ساختن دو دبستان، یک کودکستان و تأمین مخارج بچه های فقیر و بی‌بضاعت بهترین عیدی است که از طرف شما به آنها داده می شود. اولین مبلغ رو خودم می پردازم. 5000 تومان. ما نه 500 تومان. 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 500 تومان.
متشکرم آیو، متشکرم. راستی من با آقای دکتر وارتانیان کار داشتم. کو دکتر؟ کجا تشریف دارم؟ اینجا هم در خدمت شما هستم. چه فرمیشه داری؟ میخواستم در حضور شما به دیدن یه مریض بریم. سیر شدی حسن؟ آره مهر جون، دارم میپکم. الهی شکر. میدونی فرق ارباب من با این همسایه روبروی چی چیه؟ نه. اینا امشب عیدشونه، اما ارباب من هر شب عیدشه. اونم عیدی که مال خودش نیست. زنگ میزنن کیه؟ نمیدونم، لابد بازم خوراکی آوردن. شب عیده. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. سلام حسن، شام خوردی؟ بله، دست شما درد نکنه. دیگه نمیخوام بی خود زحمت کشید آورد. خب، زنت چطور؟ بد نیست. بفرمایید آقای دکتر. سلام. من از آقای دکتر خواهش کردم از زنت عیادت کنم و اگه لازم باشه فردا ببرنش بیمارستان بستریش کنم. بله. انشالله خوب میشه، هیچ ناراحت نباشه. با فرمایید آقای دکتر، با فرمایید. دلم میخواست فردا صبح برخصم. اصلا دلم نمیخواست صبح بشه. بسه دیگه، بسه. بیا بریم یه جایی، یه کاباره، یه جایی دیگه. یالله بیا بریم. یه کمی صبر کن، مثل اینکه آلبرتو هاسمیک هم میگم. هاسمیک بیا بریم، بیا بریم. تو به اونا چی کار داری؟ خودمون تنها بریم. دلم میخواست تو صبح بریم. دیگه چیزی به صبح نمونده. تازه سه بعد از نصف شبه. بیا بریم، من از اینجا هیچ خوشم نمیاد. هنگام جون، من تو رو دوست دارم. بهتره برسونم ات خونه. اگه پدر اتیاب داده شد. نه، اونا هیچ وقت به فکر من نیست. نه پاپا، نه داداش. تنها مادرم بود که اگه نیم ساعت دیر به خونه می اومدم دل با فست می شد. اونم که پاپا ردش کرد. آه، ولش کن، ولش کن. بیا بریم. الان اونا توی یه کباری نشستن و برای خودشون خوشی خوشی. خونت برم. چیه داری زور زور نگاه میکنی؟ اربا، من حق ندارم حتی به زنم هم نگاه کنی. نه، تنها کسی که حق داره به زنم نگاه کنه منم. تنها کسی که حق داره. لا اله الا الله. چه باور کرد بهش گفتم یه مدتی شوهر تو باشه؟ تو فقط مواد و اطرافش بردشون ریخته تو ببرن. چشم اربا، اما زیاد زنم رو دستمالی نکنی. پشوجه میشه. پشو باید برشاره به غیرت هم کنن. نمیخوام. این برنامه که تو امشب بخوای نشونم بدی میارزه به همه اینا. الهی قربونو برنامه برم. باز داری نگاه میکنی؟ رشید، سیروز کجا؟ چنجاره به پا. ایشونم این طرف مشغولم. بطوله. بطول؟ تو پاشو برو بالا صحبت کن. آخه اسم اصلی منم ظریف نیست. اسم اصلی من قربونعلیه. شما بفرمایید چند کلمه صحبت کنید. بفرمایید خواهش. بطوله. بطول؟ تو پاشو برو بالا صحبت کن. آخه اسم اصلی منم ظریف نیست. اسم اصلی من قربونعلیه. شما بفرمایید چند کلمه صحبت کنید. بفرمایید خواهش. ای بطول. درسته، درسته. شما دوست خواهر منی. خیلی خوب، خواهر من مال تو، این دختر خوشگل مال من. بیا بریم. خواهرت هم مثل خودت وقیه. ببین چند نفر دورشو گرفتم. تو به من چه؟ من باید با این دختر برم. خوم شو، برو از اینجا. من اون میسنم. نه ببین مثل که پسرت رو دارم میزنم. بذر بزنم. خدای خدا کار هر شبش قربونت برم. شمایی زیادی خورده، بندازش تو برفا مطلش نکن. بندازش اونجا بذارنش جا بیاد. یلا ببرش. بفرمایید خواهش کنم، میده تو نازه. من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. باید برم خونه. خدا فرست. خانم ایمان، پاشیم بریم. گفتم نمیام، گم شو.
بچه چرا ساکت نشستی؟ چرا مزاهمش میشه گام شد؟ جیوشه! یالا زود باشید اینم بندازینش تو برپا حالش خوب میشه یالا بلندش کنیم بندازینش تو برپا بفرمایید هیچ چیز خواهش کنم بفرمایید چه بدونه بفرمایید من میرم جوانه تو برگرم خواهش میکنم خانم ها و آقایان از طرف مدیریت کابره افتخار دارم که سال نو را به همه مسیحیان تبریک عرض نمایم و بنابر تقاضای عده زیادی از مشتریان عزیز و گرامی کابره مجدداً یک دقیقه چراغ ها خاموش میشه همه چراغ ها خاموش ببخشینا من اشتباه گرفتم آخه زن من بقید دست اون آقا نشسته اون زنتا اینطور میکن بس خاک بر اون تایی غیرتت کنم واقعا که خاک بر زن بی غیرتم کنم حسن چیه؟ نمیدونم این وقت شب چیه به سراغ ما اومده نکنه بازم خوراکی برامو آوردن سلام خانم سلام آقا اینجا هست؟ آقا؟ آقا این وقت شب اینجا چی کار میکنن؟ آقا مخصوصا این وقت شبا اینجا کار دارن راستشو بگو این سه نفر کجا؟ شما اول آقا رو میخواستی حالا یه سه تا شدن؟ آره آقا مباشر بی غیرت زن مباشر بی غیرت والا هیچ کدوم این بی غیرت اینجا نیستن جون شما جون خودت به خیالت نمیدونم این خونه شمرون فقط برای عیاشی شب و نصف شب خودش خریده بیا دنبال من یالا چراغ رو روشن کن ملاحظه فهموی خانم آقا تشریف ندارن در سالن رو باز کن چاش عرض نکردم آقا تشریف ندارم میخوان زیر مبلارم تماشا کنیم خفشو بیا دنبال من عرض نکردم تشریف ندارم اون زیرا اونجا حتی رفت یه کاباره مودشون دهن فضولم ببره در اتاق خواب و بس کن شاش عرض نکردم تشریف نداره ملازم فرما تخت خواب هنوز دست نخورده همینجور مونده است اون زیرم که نیستن که من میدونم حتما رفتم توی کاباره جایی اصلا از شبی که پاسبان اربابا گرفتشون دیگه اینجا نمیان ای وای باز نتونستم جلو زبونم بگیرم پاسبان گرفتش برای چی؟ یه شب با ماشین اومدن اینجا یه خانمم پهلوشون نشسته بود هرچی گفتم به آقا تشریف بیارین تو گفتن نه عجله دارم همونجا تو ماشین با اون خانم بعدش هم پاسبان اومد گرفتش من میتونی بگی چه شبی بود؟ هنو باش ما عروس نکرده بودن زن چهارمشون رو داشتن این که به من گفته بود من چهارم زنشم نه خیش ما پنجمه هستیم مردشون زبون فضول هم ببره احمق حقه بود من باید پیداش کنم و حسابشو برسم خانم دیگه چیزی به صبح نمونده است تشریف ببرید منزل آقا کارشون که تموم شد صبح میام نمیتونم برم خونه امشب تا صبح تمام کاباره ها رو میگردم تا پیداش کنم من باید امشب پیداش کنم و تلافی در کنم باید امشب تلافی کنم حسن بله خانم بله من دلم میخواد امشب هر طور شده تلافی بکنم خیلی خوب بکنین دیگه بله خیلی خوبه خیلی خیلی خوبه
پسر زود باش لخشو ببینم. چشم. لخ بشم؟ آره. چرا؟ یالا احمق به چی فکر میکنی؟ اینا لباسای خودش و پسراشه. هر کدوم اندازته بپوش و دنبال من بیا. این لباسای کثیف هم از تنت در بیار. آه خیالم راحت شد. بیا بگیر. بپوش بپوش و مثل یه آقا دنبال من بیا. باید همه جا رو بگردیم تا پیداش کنیم. اون وقت میفهمم چه بلایی سرش بیاره. خانم منو معافم کنید. من به قدر کافی سر شب تا حالا کتک خوردم. میترسم آقا یه فکرهای بدی درباره من و شما بکنن. آقا غلط میکنه. من خانم خونه هستم و به تو امر میکنم. اگه نیای میرم تو خیابون با اولین مردی که برخورد کردم با خودم میبرمش. اون وقت ببینم غیرتت قبول میکنه یا نه. نه قبول نمیکنه. به خاطر همون غیرتم بود که سر شب تا حالا این همه کتک نوشتون کردم. دم صبحیام خدا به خیر بگذرونه. چش میپوشم. بی زحمت رودون آنور کنید. خجالت نداری. من الان خودم به همه اعلام میکنم. آلبرت! 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 خیلی زیاده. گوش کنید. گوش کنید. گوش کنید ببینید چی بگید. وظیفه دارم این عید بزرگ رو به همه شما تبریک بگم و با کمال افتخار نامزدی خواهرم هاسمیت رو با دوست عزیزم رضا پیروز به همه اعلام کنم. خانم ها آقایان آرزو دارم این عید بزرگ به همه مسیحیان دنیا مبارک باشد و به این مناسبت بنده خواهش میکنم یکی از آقایان مسیحی تشریف بیارن جلوی میکروفون و درباره عظمت این عید بزرگ چند به قدرتی خدا شب ژانویه یه مسیح اینجا پیدا نمیشه. پس خواهش میکنم یکی از خانمهای مسیحی تشریف بیارن پشت میکروفون. خواهش میکنم. آخرشون کجا هستن؟ کدوم دو نفر؟ اربابت با زن خودت بد. خانم تو رو خدا منو ببخشید. من تقصیری ندارم. کجا نشستن؟ خانم از من نپرسیم. آیم بگو کجا هستن. من دارم میپرسم. خیلی خوب چشم. خدایا بگم بایی بایی چانسه بگو خیلی خوب. اونجا اون سه گوش نشستن نگاه. که گفتی این زن تو ها؟ بله که فرمودین ایشون عیال شما ها؟ تو خاشمون سرت بکنم. خاشمون سر بی غیرتت بکنم. مرد چه پدر یه پدری ازت درارم که خودت حد بکنی. یه بابای ازت درارم که دیگه تو خونه ارباب جای من مباشر نشی. فهمیدی؟ فشار بده. فشار بدم؟ من به گور پدرم میخندم به شامیدم. این لباساتو من علی صحبه دنیستم. خیلی خوب بدانتون آقا خواهش میکنم دستمو فشار بده. حضرت آقا. بله خانم. چیزی نیست آقا چیزی نیست. خودم فشار میدم. خودم فشار میدم. محکمتر. چشم آقا. خدایم. الهی با امیدم. جو. برم یالا دست منو ببوس. چشم خانم میبوسم. این چه کار همیشگی منه. برو بالاتر. بالاتر. برو بالاتر. من دیگه بالا نمیرم. گفتم برو بالاتر. خانم تا همینجا بسه است. من نامحرمم. والا خوب نیست. گفتم برو بالاتر. بلا از این آقا خواهش میکنم. من بالا نمیرم. حضرت آقا؟ بله خانم. چیزی نیست آقا. چیزی نیست. خودم میرم بالا. خودم میرم بالا. بفرمایید. چی شد آقا؟ دارم میرم بالا. خوش بینجی برای دلم. دیالا دیالا. دست کردم. دستتو بنداز گردنم. دستم بندازم گردنتون. یکی را دیگه قلب میکنم. مگه جونم سیر شدم. باری چلا چه حرفا. خیلی مردشوی تو شبرا مردی دونم بدونم. برای چه پر میشدشتی؟ من میخواستم ازتون خواهش کنم که بپر میخواهش کنم. هیچی آقا هیچی. خودم میندازم. خودم میندازم. دیالا زود باش. والا خانم خوب نیست. اگه ارباب ببینه تیچه بزرگم گوشم اصلا. هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
مگه نمیبینی چی کار میکنه؟ منو ببوس. چش خانم. چی؟ گفتم لب منو ببوس. لب؟ چه لب؟ من به گور هفت جدم میخندم به کم کم چه قلطا لبشونو ببوسم. یه خیال برید من از یکچنون خالی که بمیدید بازم بکنم آدم بیشرم بمیدم. خیلی احمقی. حضرت آقا ببخشین، ممکنه از شما یه خواهشی بکنم؟ تقاضا میکنم خانم، بفرمایید. ممکنه تشریف بیارید سر میز ما؟ نه خانم، من خودم تشریف آوردم، شما تشریف برید اونور. مگه مریضی تا من جان بلند شم میخواید زن مردم از راه به در بکنید؟ خانم من در صدا کردم. درسته، من صداتون کردم. خب ولی خودشون اومدن. از شما خیلی معذرت میخوام. اصلا به شما چه مربوطه؟ اختلاف خانوادگی ما خودمون حلش میکنیم. بسیار خوب، هم کنید، من که حرفی ندارم. برو شما برو. لا 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 یالا لب منو ببوس. جای دیگه نیست ببوسم. نه فقط لبم. لب خطرناکه. اگه هر باب بینه منو میکشم. بذار مغز کلت رو ببوسم. فقط لبمو. یالا معطلش نکن. خدای منو بیامرز. بچه گول میزنی؟ این طرز بوسیدنه؟ شوهر احمق منو ببین چجوری داره اون زنه رو دندونشو میکشه؟ خانوم من که دندونکش نیستم. یالا محکم منو ببوس. محکم ببوسم؟ من به گور هفت پشتم محکم میخندم. شما رو اصلا بذاری خودم صداشون بذاری. حضرت آقا بله چه فرمی؟ چه فرمی شده؟ خواهش میکنم این خانومو محکم زم تو صورتت مرد که پدر سوخته اگه دیگه این برای نگاه کنی آمه که خودت ناموز نداری یه غزل من نگاه میکنی. برو اون ور عجیبه گمونم این زن شوهر جفتشون دیوانه. یالا معطلش نکن. چش خانوم خدای منو ببخش. میدونی که من تقصیر ندارم. بسه دیگه بگو میده بیارم. چشم بعد شدیدی کپل ندارم. گارسون گار چی شد؟ یعنی که دوره چی شده عزیز؟ چیزی که عوض داره گله نداره. خجالت بکش. اونم با نوکر گردن کنفت من؟ نوکر چه در سوخته بازنه من؟ میزنم اشتالا جنازش از اینجا میدم. میزنم همونه میدنش. خوبم میزنم اشتالا. خجالت بکش. شوهر سرکار دست از سر من بر نمیداره. برو جلو شوهر تو بگیر. چی گفتی؟ منو میزنم این چشمه که در دست خدا. باید اینو بکشم. باید باید بکشم. خانم خود رفت زوره جا منو ببخش غلط کردم نفهمیدم کافیه دیگه آبروم رفت آخه خوب نبود زوره جون تو با نوکر اون نوکر شرف بره به تو شوهر بلحوث من دیگه نمیتونم یک ساعت تو خونه تو بند بشم زود همین حالا باید منو طلاق بده زوره جون زوره جون غلط کردم منو ببخش اگه دیدینی تکرار شد هر کاری که دلت خواست بکن اگه بخوام ببخشمت
به خاطر کتکی که به اون نوکر بیچاره زدی نمیبخشم. ازش عذرخواهی میکنم، حقوقشم اضافه میکنم. به دردش همون مباشر پستت میخوره که به پای کثافت کاریات باشه. همین الان بیرونش میکنم، حسن رو به جای اون مباشر میکنم. خواهش میکنم کاری نکن، زهر جون آبروم جلوی مردم بره. غلط کردم، همونی که تو میخوای خوردم. این دفعه منو ببخش. خیلی خوب، تا حسن رو نیاری تو خونه و ازش عذرخواهی. سرمو نخوری، درد شما درد نکنه همشیره. میخوای کمکت کنم؟ راضی به زحمت شما نیستم، شما چرا؟ دو مثل همین حس کمک داری. تو برای اینکه به دختر بیچاره کمک کنی اونقدر کتک میخوری تا بالاخره از چنگال یه پسر دیوسیرت نجاتش میدی، بعدش هم لباس شیک میپوشی و میایی کتک بیشتری میخوری تا زن و شوهری رو به هم برسونی. درسته؟ و اما من شما هم کمک میکنی تا زن و شوهری رو از هم جداشون کنی، درسته؟ تا حدودی بله، اما نه همه شوهران رو، فقط شوهرای لش و لاعبالی مثل ارباب ناجنس تو رو. یه روزی منم زن خوشبختی بودم، اما شوهرم نخواست این خوشبختی ادامه پیدا کنه، منو ول کرد و رفت دنبال یکی دیگه. اما منم بیکار نشستم، تصمیم گرفتم هرچی از این شوهرای پس جلو ران سبز میشه حسابی دخلشونو بیارم و به روز سیاهشون بشونم. خانم اجازه میدید که برسونم جون؟ آه البته، خودشی از همون شوهر. بای بای. سلام عرض میکنم، بفرمید بالا. آی تاکسی، تو رو خدا مشتری آخر شب جنبیه رو نگاه کنید، صندلی کافرم با خودشو برده بیرون، تسکی هم میخواد. بب فرما بالا بابا، خدا آخر رقابت ما رو بخیر. کجا تشریف میبره انشالله؟ من میرم شمرون، هر وقت رسیدی من از خواب بیدارم بکن. شب بخیر. بفرما، هرچی مست و خراب امشب به پاس ما میخوره. تو امشب یه آواد شما نشون بده. راست میگه. گمونم ما زن و شوهر آباد باشیم، برای اینکه یکی یه گلاس بیشتر مشروب نخوردیم. اما این آقا انقدر خورده که گمونم خیال داره تا فردا گروب همینجا کپه لالا. بله، یک کمی زیاده روی کردن. یک کمی نبا، خیلی درسته، تو کتک خوردن زیاده روی کردن. خب دیگه مشروب رو با مزهش میخورن. در شب تا حالا صد تا مست این ور اون ور رسوندن، اما هیچ کدومشون به این آراقی نبودن. مشروب رو باید مثل ما خورد، فقط یک گلاس. اگه شما یک گلاس خوردی، من تا حالا به عمرم لب به مشروب نزدم. بابا دست خوش، ما تا دیدیم عرقخورا یه باد که میخورن میگن ما یک گلاس بیشتر نخوردیم، اما دیگه نشنیده بودیم یه سیام هست بگه من تاله لب به مشروب ندادم. دوال کتکارم شما نخوردیم، ما خوردیم. اتفاقا سر شب تالا جادو خالی سه پرسشو خوردم. به خاطر کی این همه کتش خوردیم؟ معلومه دیگه، به خاطر معشوقه یه بی وفا آقا رو قل گذاشته رفته با یکی دیگه. آقا خواسته نداره کتک و حسابی نوش جون کرده. درسته جون من؟ درسته؟ نه، به خاطر چیزی که امروز کم پیدا میشه کتک خوردم، غیره تو میگه. به خاطر یه دختر بیچاره، پدر و مادر هیچی ندارش رفته بودن جانبیه دنبال کیف و خوشیشون، دختره رو تک و تنها ولش کرده بودن تو خونه. بر پدر و مادر اینجور پدر و مادرهای بی پدر و مادر لعنت. ببخشید آقا، به همه پدر مادرها فوش ندین، واسه اینکه ما امشب دخترمون رو تنها گذاشتیم تو خونه و رفتیم ژانویه. آخه صلاح نبود اونو با خودمون ببریمش. نه آقا، منظورم شما نیست، با پدر و مادر نفهم اون دختر خانم هستم، اون اسمش مینو بود. چی؟ مینو؟ اسم اون دختری که میگین مینو بود؟ آره، خودش میگفت اسمم مینو است. خاش بر سر پدر مادر احمقش بخونن،
اگه شرف داشتن، آبرو داشتن، حیثیت داشتن، هیچ وقت دخترشون رو تک و تنها ول نمی‌کردن تو خونه و خودشون برن دنبال پدرسوختگیشون. آقا بس دیگه، اینقدر به پدر مادر مینو ندی. آخه اتفاقا اسم دختر ما مینوه. بله. ببخشید نمی‌دونستم. هزار تا مینو توی شهر هست. این مینویی که من میگم اصلا معلوم است بی پدر و مادره. جون شما برای که دختر رو سر شب گولش زدن بردنش توی خونه، مستش کردن، بعدم بردنش تو اتاق خواب، منم رفتم نجاتش بدم، به این روز افتادم. بالاخره تونستی لغمه را چنگ اونه دروی. ای حاقه. آره بابا، مثل سک کتکارا خوردم و نذاشتم دختره پر پر بشه. لبا خودتون پر پرش کردین. نجات خودش کرد. رد چی بکن بعدش که دختره نجاتش دادی. درم شو بگو برای من که معلوم شو. درم از ببینی داره میخواد چشم پدر و مادر پدر سوخته مینو کور بشه که دیگه دخترشون رو تک و تنها ول نکنن و برن دنبال خوشگذرونیشون. کور پدر و مادر رو باید دارشون زد، بدون محاکمه باید اعدامشون کرد. خاک به سر این مادرها، این پدرها. آقای راننده، از کوچه ما رد نشین. ها؟ رد میگی؟ باز ببینم اینجا کجاست؟ این خیابون نهربه. اینم کوچه نشاطه. سر کوچه نگه داریم. خیلی بچهش، بفرما بفرمایی. هنجا دادر میشه دادرش هم اینکه پنج تومن بده. کوچه نشان یه خود از اون طرق آجون. من نمیدونم این برف لعنتی تا کی میخواد بیار. دنبال چی میگردید هاشم؟ شما هم اینجا بیاده میشی؟ نه، مثل که خونه مینو هم تو همین کوچه است. درست هم اینجاست. آره خودش گفتی خونه مینو تو همین کوچه است؟ بله، ناراحت نباشه، این کوچه بزرگه، صد تا مینو تو این کوچه است. والا شما بی خود فکر میکنی اون مینو که من میگم دختر شما نیست. یه دفعه گفتم اصلا بی پدر و مادره، کسی ها نداره. برای که یه ساعت که من تو خونش بودم هیچ کس اونجا ندیدم. خداحافظ شما. کجا؟ تا خونه مینو رو به من نشون ندی نمیذارم از اینجا تکون بخوری. حالا بیا و درستش بکن. این بابا طبق خونه مینو رو پیدا کنه و معلوم بشه پدر مادر داره یا نه. از کاردلی باز شدیم. دم صبحی برم برسم به سه چهار تا مسته دیگه. نمیذارم بری. گفتم بگو خونه مینو کدومه و الا پدرتو در میارم. بیا اینجا خونه ششون بده. آقا از کجا معلومه این مینویی که من میگم دخترش ما باشه؟ برای همینه چه میخوام خیالم راحت باشه. این مینویی که تو میگی خونش کدومه؟ شما اول بگو خونت کدومه؟ سمت راست کوچه. حالا تو بگو. خب الحمدلله، نگفتم سر تو مینو توی کوچه. اونی که من میگم خونش سمت چپ. در چندون. شما چی گفتید خونه دو سمت راست کوچه است؟ چه ناراحت شدید؟ من دروغ گفتم که حقیقت رو بفهمم. بیا جلو. ای وای عجب غلطی کردم. زود باش بگو خونه اون دختره در چندومه. مال شما در چندومه؟ تو اول بگو. شما اول بگو. تو باید اول بگی. شما باید اول بگو. بگو در چندوم و اینا میکشمت. چشم میگم در الهی با امید. سر دخترم چی آوردی؟ والا من تقصیر ندارم. تو تقصیر نداری؟ تمام تقصیرم گردن توه. تو دخترم رو بیچاره کردی. خود دلم اینو گفتی. یالا حرف بزن به سر دخترم چی آوردی؟ یالا بگو حرف بزن به سر دخترم چی آوردی؟ اگر اگر خفات میکنم یالا بگو. بی شرم حرف بزن و الا خفات میکنم. اقلا گلومو بکن تا بتونم حرف بزنم. تو همه چی بلد نمی کنم. بگو حرف بزن. چرا آبرو و شرف منو لکه‌دار کردی؟ پدر حرف بزن. پدر ولش کن. چرا میزنیش پدر؟
حالا که نزدیک صبح و هوا داره روشن میشه غیرتی شدی؟ حالا که دخترت صحیح و سالم به خونه برگشت رگ پدریت به جوش اومده؟ پدر تو بدترین پدر هستی. به خاطر کتک هایی که به این بیچاره زدی هیچ وقت نمیبخشم، هیچ وقت پدر. به عوض اینکه این مرد من از چنگال یه مش گرگ نجات دادی، داری حق و زحمشو میدی؟ برای اینکه نز و شرافت دخترت لکه دار بشه داری بهش پاداش میدی؟ مهم نیست اینو خانم، من امشب به خاطر شما چند بار پاداش گرفتم، اما این دم صبحیه از همه چرتر بود. فقط خوشحالم کتکایی رو که از سر شب تالا نوشجون کردم اقلا باعث شد آبروی خانوادگی شما حفظ بشه. دخترم راست میگه؟ هیچ صدمه ای به تو نرسیده؟ نه نه باور کن، دخترم همه چی تو برام تعریف کرده، سالم سالم. فقط منم که جای سالم برام باقی نمونده. آه خدا رو شکر. دخترم همش تقصیر ما، مطمئن باش دیگه هیچ وقت تو رو تنها نمیذاریم. تو که میدونی ما اهل اینجور مجلسان نبودیم، مادرت روی اصل چشم هم چشمی اصرار کرد. قول میدم این اولین و آخرین دفعه باشه، فقط دلم میخواد من و مادرتو ببخشی. پدر این خواهشو باید از اون مرد بکنی، اونی که باید شما رو ببخشی. پدر اون رفته، تو نباید این کتک رو بهش میزنی، تو دلش رو شکست، باید اونو پیدا کنی، باید پیداش کنی، ازش معذرت بخوای. گریه نکن دخترم، قول میدم پیداش کنم. داره هوا روشن میشه و این شب پرماجرا به پایان میرسه. صبح میرم هر کجا هست پیداش میکنم و برای تسلی دل تو جلو پاش به زانو میفتم. بابای دختره باید چیکار کرد؟ جاد خالی خیلی از این پذیره ای کرد. فرکشم نکن، فهمیدم همه چی میگذره جز خوبی که واسه آدم همیشه میمونه. همون وقتی که بابای دختر یخته گرفت از ترس اینکه دستمام تو دعوای شما بند نشه زدم به چاک جهده، اما یه خوده که رفتم انگار به دلم برات شد تو تقدیری نری. مثل اینکه یه کسی به هم گفت برگردم سوارت کنم تا شمرونم بمونه خودم باشی. با اجازه یه چند تا بنادیم بزنم. آهای خبی یا بیدار چند تا بزن تا پرشه، یه شیشم روغن. بفرمید خواهش میکنم. عزیزم مواظب جو باشید، اجازه بدید من زنگ بزنم. باز کن مباشر بدبخت. شما این؟ بفرمید خواهش میکنم. ای گم شو برو بیرون، دیگه هم نداری با تو بذاری توی خونه. به دستور خانم از فردا، یعنی از همین حالا دیگه مباشر و همه کاره بر حسن ثانیه. ده برو موبایل دیگه، خاک بر سرم این طولت کنم. بریم عزیزم، تا هنوز هوا گردو میشه تلافی تمام بدیایی که به تو کردن دارم. بریم سالار من. خدا بندا به مهر خود روز Oh, my God.
Go, go, go.